منافقین مأموریت داشتن در ایران خرابکاری وسیع و گسترده‌ای رو ایجاد بکنن، نظام رو در لبه پرتگاه ناامنی قرار بدن تا مجبور بشه انتخابات رو ابطال بکنه. حرکت روز عاشورا دقیقاً حرکت محاربه بود. حرکت روز عاشورا فرماندهش منافقین بودن. در رابطه با بحث منافقین قبلا هم اشاره شده که اعضای گروهک منافقین به عنوان یک گروهک تروریستی هیچ گونه جایگاهی در بین مردم ایران و منطقه ندارن و باید در اسرع وقت تکلیف اونها روشن بشه. چیشو؟ کلافت کرد؟ نه کلافه نه، من گیج شدم اصلا. از چی؟ از این همه نقل قول و نمیدونم داد و هوار و این حرفا؟ داد و هوار و میدونی چیه؟ یه جوره واسه آدم سوال پیش میاد، بالاخره این مجاهدین کی هن؟ از کجا اومدن؟ به کجا دارن میرن؟ آقا حرفشون چیه؟ چی میخوان که این رژیم اینقدر ازشون میترسه؟ تو خودت چی میدونی از مجاهدین؟ والا من چیز زیادی نمیدونم، فقط میدونم که اینا ضد رژیمن، توی عراق ارتش دارن، بعد تو تمام دنیا در حمایت از قیام تظاهرات به پا میکنن، تو لیست تروریستی آمریکا هستن دیگه، همینطوری از توی تلویزیون و مدرسه و دانشگاه. ببین اینجا تو این مملکت هر کسی رو میخوان بگیرن حبس کنن میگن این از مجاهدین محاربه، بعد از اون طرف هر کسی رو تو تظاهرات میکشن میگن مجاهدین رو کشته، از اون طرف نصف بیشتر اعدامای دهه 60 و سال 67 هم از همین مجاهدینه. خلاصه موضوع خیلی بغرنجه، آدم گیج میشه، سر در نمیارم واقعا. دوست داری سر در بیاری؟ گرفتی؟ اینم شد سوال؟ زندگی مسئولین جامعه، مسئولین کشور به حمدالله مثل زندگی متوسط مردم، گاهی بعضی پایین تر از متوسط مردم، اینا خیلی با ارزش است. تو حرفا اینو باور میکنی؟ خود طرف داره مزخرف میگه، کی حرفا اینو باور میکنه؟ ایران با ثبات‌ترین کشور جهان هست، آزادی که در ایران هست آزادی نزدیک به مطلقه، افراد آزادانه حرفاشون رو میزنن. ما به طور اصولی مخالف اعدام انسان ها هستیم، ما مخالف کشتن انسان ها هستیم، ما هم ناراحت میشیم یک کسی اعدام میشه. اینو چی؟ اینو باور میکنی؟ این وقتی حرفا این انتر رو میشنم اما دلم میخواد با کله برم تو تلویزیون. حالا شد. ببین بابک جان، چون تو توی ایران بزرگ شدی خب اختناق و فاصله طبقاتی رو با همه وجودت لمس کردی، واسه خاطر همین به محض اینکه این حرفا رو بشنوی سری آنترت میگیره، سری چراغ دروغ سنجت روشن میشه، اصلا نیاز به چک و چونه نداره، پیشا پیش میدونی که داره خالی میبنده. اما به محض اینکه اسم مجاهدین میاد خودآگاه یا ناخودآگاه میگی چی؟ اینا اینو گفتن، اون اینو میگه، رژیم این حرف رو زد، اون این حرف رو زد. خب برادر من چنین رژیم دجالی، خب معلومه وقتی مجاهدین میرسه دروغاش صد برابر میشه چون دشمنشن. بالاخره تا این داستان چی میخوای بگی تو؟ تا این داستان میخوام بهت بگم اول همه اگه میخوای مجاهدین رو بشناسی باید ذهن تو از همه تبلیغات و حرف و حدیثایی که آخوندها و مزدوراشون میگن کامل پاک کنی. این حرفا رو تو بوق و کنا میکنن فقط واسه اینکه فضا بسازن. پس اول ذهن رو پاک میکنی، بعد اگه میخوای مجاهدین رو بشناسی باید بری سراغ خودشون. اینم باید حواست باشه که هر نتیجه میگیری
هر قضاوتی میکنی تایخت تو جیب خامنه‌ای چیه؟ نریز. همین بس تکلیف سوالات اقامات ما چی میشه این مثلا؟ حالا رسیدیم سر اصل مطلب. سلام، این گفتگوی کوتاهی که با بابک داشتم فقط یه نمونه بود. ممکنه در مواجهه با هر کدوم از شما هم یه گپی تو همین مایه‌ها با هم می‌زدید. شاید هم اصلا بگید نه، شاید اصلا که اگر شما بودید از یه جای دیگه شروع می‌کردید. اصلا شاید سوالات دیگه‌ای طرح می‌کردید. مثلا سوالاتی توی مایه‌ها. آقا مجاهدین میگن اسلام، آخوندا میگن اسلام، چه فرق بین این دوتا ادعا هست؟ آقای مجاهدین اصلا چرا دست به سلاح بردن؟ آقا یه سوال خیلی مهم و بغرنج، مجاهدین چرا رفتن عراق؟ این داستان عملیات فروغ جاویدان چیه؟ این که هی میگن ایدئولوژی ایدئولوژی یعنی چی؟ بابا عصر ایدئولوژی سپری شده. خمینی هم وقتی اومد ایرون کلی وعده و وعید داد. از کجا معلوم که وقتی مجاهدین اومدن ایرون به وعده هاشون عمل کنن؟ این وسط چه تضمینی هستش آخه؟ آقا مگه مجاهدین خودشون تو انقلاب 57 نقش نداشتن؟ پس چی شد یه دفعه میز چپ کردن؟ این سوالها و بی شمار سوال دیگه همینطوری ادامه داره. از شما چه پنهون که وقتی من هم با مجاهدین آشنا شدم ذهنم از همینجور سوالها پر بود. اما همه روزای اول یه چیزو خوب فهمیدم، اونم این بود که مجاهدین برای همه این سوالات جواب دارن. اگه نداشتن هیچ وقت نمیتونستن این همه سال دوون بیارن. بسیار خوب، اگه شما هم میخواید مثل این رفیق ما بابک از این موضوعات سر در بیارید، بی زحمت دستونو بدین به من، یعنی لطف کنین و با هم بیاید. مایش یه خورده حوصله است، اگه هستید بسم الله. من میخوام این رحمانو بشناسم. چی کار باید بکنم؟ چی؟ شناسنامه؟ بله، یه راه شناسنامه است. خب دیگه چی؟ میرم سراغ گذشتهش دیگه. نه یعنی میرم پرسجو میکنم ببینم این کجا متولد شده. تهران. کجا بزرگ شده؟ دانمارک و آلمان و فرانسه. اصلا به چی علاقه داره؟ فوتبال و پینگ پونگ. توی زندگیش با فراز و نشیب مواجه شده یا نه؟ فراز و نشیب؟ نگو تا دلت بخواد. چه انتخاب هایی کرده؟ انتخاب های خوب، انتخاب های مبارک. برای شناخت یک سازمان هم باید کم و بیش همین مسیر رو طی کنیم. باید بریم به گذشته، باید ببینیم این سازمان اصلا برای چی و چطور متولد شد. باید فرازهای تاریخی اون رو مرور کنیم و در سر بزنگاه‌های مختلف به قضاوت بشیم. بدون طی کردن چنین مسیری شناختمون همیشه ناقص و گنگ. میخوایم بریم و از قطره شروع کنیم، از اون نقطه آغاز. از قطره تا دریا راه درازی طی شده. اگه حتی به اندازه یه دریا هم سوال داشته باشیم تو این مسیر پاسخشون رو پیدا میکنیم. تا اینجا هر چی گفتیم مقدمه بود،
اگه اهل این سفر هستید از هفته آینده با ما بیاید، تو این قطار برای همه شما جا هست. خداحافظ.